ارتباط عتیق رحیمی و تصویر فراتر از علاقه او به عکاسی است. او نه تنها فیلم ساز است، بلکه ادبیات را با زبان بصری خاص گره زده است. تا سال 1996 من فقط خواستم که در فرانسه تحصیلات سینمایی کنم، زندگی خود در فرانسه بسازم و با یک زبان دیگره بایستان آشنا شم که زبان فرانسوی بود، و با زبان تصویری آمدم پاریس و در اینجا در یونیورسیتی سوربن در رشته سمیوتیک سینما درس خواندم. پس از سقوط طالبان در افغانستان، عتیق بر اساس کتاب خاکستر و خاک فیلم سینمایی خاک و خاکستر را ساخت. بر ما چیزی که مهم بود ای که سینما چگونه میتونه تجربه زمان به بیننده انتقال بده. ادبیات تجربه دیگر است، یک تجربه زبانی است. در داستان خواننده ریتم خود داره، زمان خود را میگیره، دلش یک کلمه میخونه، دلش دو کلمه میخونه، میره. در سینما نه، بینین شما بالای بیننده زمان می قبولانید. یکی دیگه می زنم نزن اسیر است، هر چی باشه اسیر بانم، یکی دیگه هم دیمه میره اسیر است، اسیر است، چی میکنی؟ من نرفتم. I'm an Afghan. این یک سخن پدرم بود که میگفت الف از نام افغانستان افتاده، و بعدش داستان فیلم همیست که هر کس که من قدرت میگیره و من از خود سوال میکنم آیا الفش ای آدم میتونه الفش افغانستان پس در جایش بگذاره یا نه؟ ناشر بین المللی عتیق اخیراً ترجمه انگلیسی سنگ صبور را منتشر کرده است.